شما علیکم رحمت الله علیکم ابراهیم. یه سوالی مونده بود از جلسه گذشته و قرار شد که صحبت کنیم این هفته در موردش. آقا فردین پرسیدن در مورد این که فکر کنم آقا فردین پرسیدن که موقعی که ما میخوایم بچه ها رو بیاریم بهشون علیه تورا بدیم، از چه سنی میشه بهشون علیه داد؟ چه سنی بچه ها میتونن تورا بخونن توی کلیسا و یا برخا بگیرن یا بخواد تورا بخونن؟ چقدر از تورا رو میتونن بخونن؟ به صورت کلی من خودشون عرض کردم، گفتم یه جزئیاتی داره. دوست دارم که یه مقدمه خدمتتون عرض کنم که این جزئیات ها بیشتر مشخص بشه. ببینید، میشتا میفرماید توی مسکت مگیلا که خخامین تعیین کردن صدر علیاب تورا رو به بر اساس روزهای مختلف. یه ما رو میشتا میفرماید که روز هفته، یعنی دوشنبه یا پنجشنبه، ما سه تا علیه داریم. سه تا علیه کوهن لوی اسرائیل. روزی که یه مقداری که دوشاش بیشتر باشه، مثل روش خودش یا مثل خلموعد، عوض سه تا علیا چهار تا علیا هست. چهار تا علیا به خاطر که بیانگره که دوشای اون روز است. یوم تو که قدوشاش بیشتره یه علیا دیگه داره، پنج تا. یوم کیپور که قدوشاش بیشتره یه علیه دیگه داره، شیشتا. و شبات که قدوشاش بالاتر از همه است یه علیه بیشتر داره، هفتا. پس خخامیم تقانه کردن برای اینکه توی روزهای مختلف قرار بشه. با وجود که به نظر میاد که فرقی بین این روزها نیست، بلکه اون سه تا، اون چهار تا، اون پنج تا، اون شش تا، اون هفت تا، ولی توی حلاقا فرق وجود داره بین این ایام. ایامی که ما سه تا علیا داریم، سه تا علیا مینیمومه. مینیمومه یعنی سه تا علیاه جوریه که خخامیم تعیین کردن کوهن لوی اسرائیل. روزای دیگه یه مقداری فرق میکنه. به عنوان مثال یه لحظه من میشه شو بیارم خدمتتون. میشه میفرماید اینجا اینجوری، می فرماید بشنی بشلشی و عرف شبات به منخا، روز دوشنبه، روز پنجشنبه و روز شبات موقع منخا، قرین شلوشا، سه نفر علیا میگیرن توی تورا. این پخطین نهن دهن مصطفین علیهن. نمیشه از این ستاهه کم کرد و نمیشه به این ستاهه اضافه کرد، یعنی تعدادش سته. این سه تا خخامیم تعیین کردن.
نمیشه سه تا رو کرد چهار تا، مصیب نمیشه کرد. براش خداشیم او به خلوشل موعد قرین اربا روش خودش و خلا موعد چهار نفر این پختین مه نمیشه ازش کم کرد به این مصیفین علیه و نمیشه بهش اضافه کرد، هفتاره هم نداره. به یوم تو خمیشا، یوم تو پنج نفر، به یوم کیپوریم شیشا، به شبات شیبا، این پختین مه اول مصیفین علیه نمیشه ازش کم کرد ولی میشه مصیفی کرد و همینطور هفتارام قرارت میشه. و گمارو صحبت میکنه که چجوری تعیین کردن این ستا و چهارتا پنجتا ششتا هفتار، ولی یه فرق اساسی وجود داره بین اینا. ستا این ستا هست نمیشه ازش کم و زیاد کرد، همینطورم طبق هلاخا نمیشه که قاتان کسی که کمتر از 13 ساله هست علیا بگیره، یعنی جزء یکی از این سه تا به حساب بیاد. آیا کلا قاتان میتونه علیا بگیره توی تورا؟ تو اونجا توی گمارای مگیلا دافخاف دالت گمارا میفرماید که بله، که قاتان میتونه علیا بگیره. گمارا میفرماد اونجا و هم میشنا میگه اینو حرف رو، ولی خب گمارا روش توضیح میده. میفرماید هم هفتیر به ناوی، کسی که هفتارا میخونه بیسوای دیگه هم بهش میدن انجام بده. و این هو قط و این های قطان، حالا کسی که هفتارا خونده اگه قطان باشه، اگه بچه باشه، بیسوای دیگه رو میدن پدرش کنه. مثلا رسم بوده که کسی که هفتارا میخونده مصاف هم میخونده، حالا اگر قاتانه که هفتارا خونده مصاف رو میدن پدرش بخونه یا میدن ربیش بخونه. پس میبینیم از اینجا که قاتان اجازه داشته هفتارا بخونه، همینطور میبینیم که قاتان میتونه تورا بخونه. سوال سر اینه که قاتانی که میتونه تورا بخونه یا میتونه علیا بگیره در مورد هفته است، در مورد شبات، آیا هر دو فرقی نمی کنه؟ این یه بحث بزرگیه بین پسخیم. یه بار هم می نویسه اونجا که هکل اولیم لمینیان شیبا، هفتان براخایی که ما داریم شبات، همه حتی قاتان هم میتونه یکی از این هفتایه باشه. پس میبینیم که روز شبات 100% جز هفت براخای علیای صبح شبات قاتان میتونه یکی از براخا رو بگه طبق علاقه. هکل اولیم یمینیان شیبا افیر و قاتان. بحث سرشه که آیا کاود جماعت هست که قاتان به هر صورت با وجود که طبق علاقه میشه، آیا کابود جماعت هست که قاتان علیا بگیره یا نه، که بگیم جماعت محتاج هستن به یکی بچه‌ای که بیاد براشون تورا بخونه یا براخای تورا بگه، این بحث. بنابراین لحلقه روز شبات اگر یه قاتان میخواد علیا بگیره میتونه علیا بگیره، شلیشی قاتان میخواد بخونه، روی قاتانه و میخواد تراش هم بخونه، یا نمیخواد علی را بگیره بلکه میخواد تراش رو بخونه. میخواد تراش رو بخونه، اونم قاتان میتونه همچین کاری کنه. اگه بخواد یه علیا دو علیا بخونه طبق هلاخ پسخیم میارن که لخط خیلا قاتان درست نیست که تمام تورا رو بخونه صبح شبات،
یه قاتان یا دو تا قاتان یا بخوام تورا رو تقسیم کنم بین سه برخا همشون قطنیم همه تورا رو بخونم. این کبود جماعت نیست. اگر کس دیگه ای نیست که بخونه، اگر مجبورن که قاتان بخونه، اون موقع میشه سومر شروع روی پسکی میگه میگن اشکال نداره و قاتان میتونه بخونه. پس صبح شبات دو تا درجه داریم. درجه اول سه تا درجه داریم واقعا. سه درجه. درجه اول قاتان میتونه یه علیا، دو علیا، سه علیا بخونه. برای همه این درجه اول. درجه دوم قاتان نباید همه پاراشا رو بخونه کاملا. درجه سوم اگر مجبورن کس دیگه ای ندارن و مجبورن که قاتان بخونه، اون موقع قاتان میتونه همه پاراشا رو بخونه. این روز شبات. همینطور قاتان میتونه یه علیا بگیره روز شبات. دو تا قاتان میتونن دو تا علیا بگیرن روز شبات. سه تا علیا بگیرن. ولی تمام هفت تا اولیم نمیتونن قاتان باشن. همونطوری عرض شد. تمام پاراشای نمیتونه توسط قاتان صورت بگیره. این شبات. هفته یه مقدار خامورتره. هفته یعنی چه دوشنبه پنجشنبه و میخوای شبات، چه روش خودش، چه خولموعد. در این ایام قاتان جزو علیاها به حساب نمیاریم. نمیتونیم شلیشی یا رویی بدیم به قاتان. دوشنبه پنجشنبه همینطور روش خودش و خولموعد نمیدیم اینا رو به قاتان. و بنابراین قاتان هم نمیتونه بخونه. همونطور که نمیتونه علیا بگیره، نمیتونه تورا رو بخونه. اگر مجبورن واقعا، یه موقعیت خیلی استثنایی هست، اون موقع قاتان میتونه یه علیا بخونه. مثلا فرض کنید یه پسری هست برمیزواش روز چهارشنبه است. حالا روز دوشنبه اومدن براش، حالا به هر دلیلی که هست اومدن جشن گرفتن، روز پنجشنبه نمیتونن جشن بگیرن، حالا به هر دلیلی که هست، روز دوشنبه که دو روز قبل از برمیزواشه جشن گرفتن، تپین بندونش کردن تو کلیسا، آیا میتونه ایشون علیا بگیره؟ میفرماین چون که این یه حالت اضطراریه، اشکالی نداره که یه علیا بگیره. ولی برای علیای هفته و همینطور برای قریت تورای هفته خط خیلا پسره باید 13 سالش باشه. این پس میشه جواب ایشون. پس هلاخای دوشنبه پنجشنبه و منخای شبات و علاوه روش خودش و خولموعد فرق میکنه با هلاخای یوم تو، یوم کیپور و شبات. توی دوشنبه پنجشنبه و منخای شبات و روش خودش و خولموعد قاتان نمیتونه علیا بگیره، مگر اینکه یه حالت خیلی اضطراری و اجباری باشه. روز یوم تو یا یوم کیپور صبح نمیخوا و همینطور صبح شبات قاتان میتونه علیا بگیره. حتی بیشتر از یک قاتان هم میتونن علیا بگیرن، دو تا سه تا، ولی نه همه یه توراه. و همینطور هم قاتانه نمیتونه همه توراه رو قرائت کنه. این همه اینا طبق هلاخاست. ولی هر کلیسایی و هر قهیلایی رسم و رسوم خودشونو دارن به دلایل مختلف. بعضی از قهیلاها رسم دارن که به قاتان نمیدن حتی یه علیا.
روز شبات. چون کبود نیست، مردم احتیاج دارن، مردم بزرگترها احتیاج دارن، خاطرانه که وظیفه نداره به هر صورت. پس چرا بهش بدیم؟ به بزرگترها بدیم. بنابراین رسمشون هست که به قاطان نمیدن. بعضی رسم دارن که میدن. و همه اینا بستگی به منهای هر کلیسا و هر جماعتی داره. با وجود که عرض کردیم که موتاره که شبات قاطان علیه بگیره، اگر یه جامعه کلیسایی سلام میدونن که اینجوری نباشه، نمی کنن. یه جوری که بحث پیش نیاد. شبای شالوم. علیکم شالوم. روحو یه قطان که بخونه بعد مثلا مشکل تورا خوندن چی میشه؟ مثلا یه قطان ممکن اصلا توجه نکنه، دارم تورا رو میخونم اصلا توجه نمیکنه، سر مثلا سرش اووره، سر روش اووره، مثلا بهش نمیتونه که باش بخونه، باش علی اصلی رو بخونه که این مشکل ساز نمیشه. چرا اینم مشکل ساز میشه؟ اگه قطان حواسش نیست یا نمیخونه لخط خیلان، ما همش نمیگیم برو علی علی بکن. ببینید قاطانی که میاد و براخای تورا میگیره، یه مقداری هم داره رفتار خنوخ انجام میدن بشه، این دارن یادش میدن که چی کار کنه. اگر داره برعکس راه اشتباه یاد میگیره و حواسش نیست که بخونه یا نمیخونه یا داره سرسری بازی در میاره، اون موقع نمیکنن براخای علی کامل بشه نمیدن. همچی کسی میتونن بهش مصطفی بدن، سه تا پاسخ، طولانی هم نیست، میتونه سه تا پاسخ توجه کنه، مستفی اگه میخوان به هر دلیل بهش براخا بدن مستفی بدن. ماران میفرماد توی شورخانه روخ که حلاقه اینه که کسی که علیای توره میگیره خیاب لیقرود باید موظفه، خیابه موظفه که کلمه کلمه با کسی که بلغوره هست باهاش بخونه، باید بخونه، خیابه که بخونه و اگر نخونه یا ممکن نه که 100%، ولی ممکنه براخاش یه جورایی خست شالوم مثل براخاله وطلا میشه. این نکته خیلی مهمیه. مانا میفهمد اینجا که مانا مینویسه مانا می نویسه اومی کل ما قوم ساری خولی اقرود این مشال یخسی بور سیمان قوف ممالف سیف بت می کل ما قوم بر صورت اون کسی که علیا گرفته باید بخونه با شال یخسی بور که ده شلوت بیرخاتو لبتالا که براخایی که گفته براخا لبتالا نباشه، منطقه باید آهسته بخونه که صداش با صدای شال یخسی بور قاطی نشه. ولی از ماران متوجه میشیم که اگر نخونه براخال وطلاست، چرا بیان یه قاطانی رو بیارن بهش علیا بدن که حواسش نیست بخونه یا نمیخونه و براخاش لوطلا بشه؟ میسوا که نمیکنه هیچی، داریم یادش میدیم که براخای بی خودی بگه، درست نیست؟ ربن و میلا این کنیسه هایی که میان مثلا دعوت میکنن میگن آقا علیا میدن بره بالا، اگه طرف امهارس باشه و بی سواد باشه و راب کنیسه اینا بدونه که طرف اصلا نمیتونه کلمه به کلمه تکرار کنه، فقط براخا رو میگه، اینجوری میخشل براشون به وجود میاره.
ببینید یه مقداری همچین مسئله ای هست، بله، ولی خب هر کسی باشه اقلا اگه یادش بدن سه تا پاسخ رو میتونه بخونه. اگر سه تا پاسخ از علیایی که داره، اون علیایی که گرفته، سه تا پاسخش رو با شالیخسی بور بخونه، دیگه براخایی که میگه براخاله وطالا نیست. درسته که بقیه پاسخها رو ایشون نخونده، ولی از نظر براخایی که گفته همین که سه تا از پاسخها رو بخونه، این براخاله وطالا به حساب نخواهد اومد. آخه میلا تو بیشتر موارد همون سه تا که هیچی گه پاسخ هم نمیخونن، یعنی طرف براخا میگه وای میسه همینجوری تا بلغوره بخونه، بعدش هم براخا آخر رو بگه و بره. یعنی این خیلی وقتا پیش میاد که مثلا علیا میگن یه همچین مسئله کسایی که اصلا حالا طرف یا نشده یا سوادش نداره یا نمیدونه، فقط براخا رو میگه و به این حالت میاده. یا مثلا پیش اومده مثلا کنیسای آدم رفته تو اون کنیسای بلغوره براخا گفته، بعد مثلا دور اون قسمتی که تو رو هم قرار دادن مثلا دوران کرونا شیشه کشیده بودن به خاطر مسائل کرونا و اینا، طرف اصلا اون ور شیشه وایساده، یعنی اصلا چیزی نمیبینه که بخواد، مگر اینکه فقط با کلمات اون تکرار کنه که اونم خب خیلی سخت میشه. بله طرف تو میگه کلمه ها رو واضح نمیتونه ادا بکنه، این مشکل به وجود میاد. بله تو ببینید این هلاخای لفظی که ماران استفاده میکنه، من اینطوری سعی کردم دقیق باشم روی این قضیه که این لفظی که ماران استفاده میکنه اینجوریه که کسی که علیا گرفته احتیاجه، صریح احتیاجه که با بلغوره بخونه که اینجوری براخایی که گفته براخاله وطالا نباشه. این لفظ مارانه. این لفظ یه مقداری به نظر میاد که این قضیه لخط خیلاست. لخط خیلاست باید این کاره بکنی. رما توی شورخاناروخ می نویسه دو تا سیمان قبلش. این سیمان قوف مالفه. رما اونجا توی سیمان قوف لامتت موقعی که صحبت میکنن که به کی ما علیا میدیم به کی علیا نمیدیم، به ما اینجوری مینویسه مینویسه ماران مینویسه سوما انقره سوما اجازه نداره که بلغوره بشه. لفیش آسور لیغرود افینو او دخل شلو مینکتر. به خاطر که آسوره که از بر بخونه. و پسکی میگن که منظور ما را اینه که نه فقط که برمینان کس که سوما هست، کس که نابیناست، اجازه نداره که بلغوره بشه، از بر بخواد بخونه، حتی علیا هم بهش نمیدن به خاطر که کسی که سوما هست که نمیتونه با شال یخسی بور بخونه از داخل سفر تورا، از بر خوندنش که فایده نداره، از داخل هم که نمیتونه بخونه، اگر هم نخونه که ماران گفت که براخاش نیخورا لبطالا میشه، بنابراین بهش علیا نمیدن. رما می نویسه روی این حرف ماران او محریر کاتب ده اخشاب که امروزه قره سوما، کس که سوما هست، کس که نابیناست، علیه تورا بهش میدیم که موش آنو مغرین به تورا لامهارس، همونطوری که ما علیا میدیم به امهارس، با وجودی که امهارس نمیتونه بخونه و ما بهش علیا میدیم، همینطور هم سوما که نمیتونه بخونه ما بهش علیا میدیم. حرام میشته برو را حرام بیرو علخا
سوال میپرسه که چرا اگه نمیتونه بخونه ما چجوری بهش علیا میدیم؟ یعنی رما داره با چه نکته ای اینجا با ماران خلق میشه و توضیح میده میگه به خاطر این که چه موقع است که طبق حرف رما چه موقع است که گفتن که شخص باید با خزان کلمه کلمه بخونه؟ وقتی میتونه، اگه میتونی باید بخونی، اگر نمیتونه بخونه و بنابراین ما هیچ وقت بهش علیا نمیدیم، همچین چیزی باعث ناراحتی میشه، باعث جنگ و جدال میشه و ما نمیخوایم مخلوقات به وجود بیاد. به خاطر همین نقل هستیم. اونی که ما گفتیم که باید بخونه، کسی که میتونه بخونه، ولی کسی که نمیتونه ازش نمیاد، یا نابیناست برمینان یا امارسه، نمیتونه بخونه، اشکالی نداره. به خاطر این جنگ و جدال و دردسر و دلخوری هایی که ممکنه پیش بیاد، ما از علیا بهش دادن جلوگیری نمی کنیم. این حرف را بیور علا خاص اینجا. و خیلی هم ممکنه باعث خجالت بشه براش، آبروش توی جماعت بره. نظری هست که بشه بهش اتکا کرد؟ آره یه لحظه لطفاً من عرض کنم خدمت. اینو بیورالخا اینجوری میخواد حرف رما رو توضیح بده. هر اومدی ها یه تشوهی روی این دارن و روی این می نویسن که ور پاشادم مینهاگ شده که سوما هاروسه لعدود به تورا به شباتو دیامیم توبیم. شخص نابینایی که روز شبات یا یوم توب میخواد علیه تورا بگیره، هر دو روز دوشنبه پنج شنبه، فرق دوشنبه پنجشنبه با شبات چیه؟ من همون که قبلا عرض کردم، دوشنبه پنجشنبه با سه تا علیا بیشتر نداریم. این مینیمومه. اگه یکی از اینا کم بشه کم آوردیم. درسته که شبات باید هفته باشه به خاطر کابود شبات، ولی اگر یکی شمال یکمکی خیلی بالا و پایین بود، با اون بدی نیست، چون هنوز ما سه تا داریم. با وجودی که ما شبات میخواییم 100% هفته علیه داشته باشیم، ولی وظیفه ستای هفته از وظیفه شب هفتای شبات بیشتره. بنابراین میفرماید که روز شبات یه نابینایی بخواد علیه تو را بگیره، حتی روز هفته که ستا بیشتر نداری، نابینایی یارسایت داره، سال پدرشه، کسیه میخواد علیه بگیره، چه این من این میمنو لعلود لطورا، مینهاگ هست، مینهاگ شده که ما از جلوگیری نمی کنیم. یعنی با وجود که این مخلوق ماران و رما هست، مینهاگ شده از قبلا، مثل حرف رما که ما جلوگیری نمی کنیم از کسی که نابیناست و میخواد علیه تو را بگیره. اگه میتونه بهتره که مفطیر شبات بخونه. چرا مفطیر؟ به خاطر این که اون علیای مفطیر جز هفتایه نیست، علیایی که میگیره روی تورا مضافه. هفتارا رو چیکار کنه؟ خب هفتارا رو که میخونه میتونه از برگی و از بربلده یا با دست خونی کنه اگه میتونه، یا بهش علیه مصاف میدن، موسیفی میدن بهش، موسیفی اشکال نداره. پس مینهاک شده آردی که ما به سوما میدیم، و همین که مینهاک شده همونطور هم هست برای کسی که امهارس. اگه واقعا اگه بهش ندن جمع دعوا میشه، همونطوری که ما اینجا غل هستیم برای
سوما، همونطور هم کسی که بلد نیست بخونه همونطوری و همون جور براش ما مقید میشیم. مینهاگه اینجوری شده. فرماید چیکن نهگو، همچین چیزی بر صورت مینهاگ شده و اگر به مقام مینهاگ هست ما سابق براخو لاغل نمیگیم و میگیم که اگه مینهاگ هست اشکالی نده. پس بنابراین لخط خیلا بهتره که علیای مصیفی بهش بدن یا مفتیر بهش بدن اگه میتونه هفتاره رو بخونه، اگر نه و نمیتونن یا هر جوری که هست یه اشکالی نداره، میتونن بهش علیای معمولی بدن نه فقط شبات حتی روز هفته اگه مجبورن. پس این که میفرمودید شما که کسی از روش سمخ بشیم، نه فقط که کسی از که روش سمخ بشیم، حتی مینهاگ هم همینجوری. ولی خب برای قاتانی که حالا هم قاتانه هم حواسش نیست، خب اینو نمی کنن. اگه خب یا مصیفی بهش میدن. از دست بارو دستتون درده. اوکی، پس این روی این نکته. هم که عرض کردم خیلی از کلیساها چیز دارن، قانون دارن، یه قانونی گذاشتن یا رسم کردن که معمولا به بچه علیا نمیدن، بخاطر که نمیخوان به این بدن به اون ندن. حالا یه بچه بلده یه بچه بلد نیست، تازه حالا به بچه هم بدن از چه سنی؟ 12 سالگی، 9 سالگی چی؟ 6 سالگی چی؟ بلگان میشه، یعنی هم میخوره سیستمه. اینه که نمی کنن. سیستمی که ما توی کنیسای خودمون اینجا داریم، ما به قاتانا علیای معمولی نمیگیم. اگه یه قاتانی میخواد تورا بخونه روز شبات، ما معمولا میگیم یا مفتیر آماده میکنه و میخونه، علیاشو نمیگیره، مفتیر رو میخونه فقط به عنوان تورا خوندن. یا اگر میخواد علیا هم بگیره و میخواد و بخونه که یاد بگیره بخونه، مصیفی میکنیم. بچه از قبل آماده کردی یه قسمتی رو، اون قسمت رو ما براش مصیفی میکنیم، بهش علیا میدیم و خودش میخونه، خودش هم توراش رو میخونه، میخواد بخونه که یاد بگیره و براخه هم میگه و بعدش هم خانوما کل میزنن براش. اینجوری اشتیاق پیدا میکنه که یاد بگیره بخونه. روز سیمخاتورا ما به بچه هایی که به سن بالاتر رسیدن، یه سنی که بلدن واقعا براخا بگن و حواسشون به تورا باشه، به اونا ما علیا میدیم روز سیمخاتورا. 12 ساله، 11 ساله، 10 ساله حتی که میتونن بخونن. بچه هایی که زیر اون سنه هستن که دیگه خودشون نمیتونن توره رو بخونن یا بلد نیستن یا حواسشون نیست، اینا رو میکنیم زیر سیسیت و یکی از بچه هایی که بزرگتره براخا میگه، اینا هم همه با هم باش براخا میگن، همه با هم براخا میگن و ایشون میخونه و دوباره اینا هم آخر کار با هم دیگه براخا میگن اشناتن لانو. یه بار تو سال ما همچی کاری میکنیم که بچه ها همشون یه جورایی تشویق بشن براخای تو را اینجوری بگن یه بار تو سال. بعد میدا حالا که بحث به اینجا رسید، آیا نظری هست که حالا مثلا هی ادلیا مثلا مثل الیا عنابی بگن الیا عنابی یا لاهم توی شمایستوی رو بگن لاهم؟ آیا این ماهوری داره که مثلا یه سری آدم ها را بیان مثلا ا یا آ تلفظ بکنه؟ چون یه سری چیزا تو این مورد ها دیده شده، خواستم این نظر شما چطوره؟ ببینید گمارا می فرماید بر اساس پاسخ توی سفر شفتیم
پاتوق میفرما تو سفر شفتیم که کسایی که از سبت افرایم بودن اینا نمیتونستن شین رو تلفظ کنن. شین رو سین تلفظ میکرد. به شیبولت میگفتن سیبولت. نمیتونستن. اینجوری بوده زمونشون. سیبولت. شیبولت سیبولت. و مشخص از پاسخ اونجا توی سفر شفتیم که اینجوری بوده تلفظشون. نه که اشتباه یاد گرفته بودن. یه جوری اینا لبنت زبونی که داشتن اینجوری بوده. گمارا توی مسخت مگیلا روی این شبیه این نکته بینی میکنه. کسایی هستن که نمیتونن کلمات رو درست، یعنی میتونن ولی به خودشون عادت ندادن که کلمات رو درست تلفظ کنن و این خسته شالوم باعث میشه که اون کلماتی که میگن یا جملاتی که میگن نه فقط که درست نباشه بلکه خسته شالوم لفظ گمارا مخرف اومه گدفه، یعنی دارن توهینم خسته شالوم میکنن به گفتار خداوند. مثلا موقعی که پاسخ میفرماید نفشنو خیکه تا لعشن، جان ما امید داره، امیدواره، انتظار میکشه به خداوند، انتظار خداوند رو میکشه. نفشنو خیکه تا لعشن. حالا اگر یه نفری بلند نیست حت رو حت درست تلفظ کنه به عوضی که بگه هیکتا بگه هیکتا مثل ه، هیکتا یعنی میزنه. نفشن و خصف شلوم میزنه خصف شلوم بعشه بگه میگن مخالف همه گده چجوری داره به خودش اجازه میده که کلمه رو درست تلفظ نکنه. لونیم ست مخرب و مگدف که ما رو توی مگیلا داف خفدال نمود بد روی این نکته بینی میکنه. کسایی که قرین لالفین عینین به الف عین میگن یا عین رو الف تلفظ میکنه. و گمارا میگه این مخرف و مگرده به همچین کسی. پس بنابراین خیلی مهمه اگر یه نفری لبنت زبون داره و نمیتونه بگه، زبونش اینجوریه ث ث میمی ث ث ث ث ث نیست، ث هست، ث با ث فرق میکنه ولی طرف ث نمیگه، نمیتونه بگه، همین زبونش ثه ث ث ث ث، اگه ث ث دیگه همینه تلفظ ایشون اینجوریه. ولی اگه یه نفری میتونه تلفظ کنه موظفه که یاد بگیره تلفظ کنه. توی ایران البته نه فقط ایران، جای دیگه هم به خاطر هر کشورهای مختلف به خاطر اون تأثیر اقلیمی یا تأثیر زبان اون محلشون یه جوری تلفظشون عوض میشه. بعضی ها توی ایران هرو بلد نبودن بگن، نه که نمیتونستن بگن، اونایی که میرن مدرسه یا میرفتن مدرسه غیر یهودی از بچگی هی یاد میگرفتن، نمیگفتن ای هی، ولی از بچگی یادش ندادن که مواظب باشه هی و ای و قاطی میکنه. خیلی از کسایی هم که عبریت صحبت میکنن، زبون عبری امروزه، اونایی که ارس اینا هم همینجوری هم ه نمیگن او اینجوری، یعنی سخته بخوام به خودشون سختی بدن ه تلفظ کنن، مختصرا میگن اه. توی مکالمه روزانه شون و همچین چیزی موقعی که به تفیلا میاد مسئله است. مثلا ما تفیلا میخونیم بیمهرا بیامینو به زودی در ایام ما، اگه عوض بیمهرا بگه بیمهرا
نعرا یعنی نفرین، طرف خست خالی نداره، تفیلا میخونه که نفرین بیاد در زمانش بیامنو. خب خداوند شومیت تفیلا کل بیامن، تفیلا ما رو میدونه که منظور ما چیه، قبول، ولی اگه ایشون میخواست بره جلوی پادشاه صحبت کنه همینجوری صحبت میکرد، نمیومد سعی کنه تلفظ خودش رو مشخص کنه، اجازه میداد که بره همینجوری هرچی از دهنش در اومد بگه، نه سعی میکنه. اینجا هم موقعی که ما وظیفه داریم روزی سه بار اقلا سه بار برسیم به حضور ملک ملکه هم ملاخیم، به غیر از برخایی که ما میگیم چندین و چند بار، ولی سه بار لخش بخونیم، سه بار جلوی خداوند صحبت کنیم، آیا جایز نیست که یه مداری روی خودمون کار کنیم که تلفظمون رو درست کنیم؟ 100%. حالا چی شده؟ متاسفانه اونایی که از بچگی ه رو یاد نگرفتن، ا میگفتن، بعدن که خواستن زبونشون رو درست کنن عوضی که ه رو ببخشید ا رو ه بگن، جایی که ه هست ه بگن، اومدن جایی هم که الفه هم میگن، یعنی اومده میخواد درم میگه میخواد بره راه رفتن کپ رو یاد بگیره، راه رفتن خودش رو یادش رفت، اینجوری قاطی میکنه. و مثلا کلمه ها آم یعنی آن قوم میشه آهام، آهام اهرون میشه هارون، نه که بلد نیستن، نه که نمیتونن، به خودشون هنوز اونجوری عادت ندادن، طول میکشه، واقعا هم طول میکشه. طریقه درستش اینه که آدم کلمه ها رو یکی یکی کلمه کلمه بخونه مدتی تا راه بیفته، تا درستش رو راه بیفته. و این نکته ای هست که مخصوصا ایرانی ها، مخصوصا شیرازی ها، که شیراز یا بعضی از شهرستان ها این از قدیم رایج بوده و شخص باید خودش کار کنه که بتونه درست کنه. ما حرف حت رو نداشتیم، تلفظ حت در فارسی نبوده، نداریم همچین تلفظی در فارسی، همونطور هم عین نداریم در فارسی، تلفظ عین اونجور که عربا تلفظ میکنن توی زبون فارسی نداریم. بنابراین ایرانی عادت نکردن به حت و عین، سعی کردن ولی عادت نکردن. چه جوری سعی کردن؟ مثلا من بچه که بودم موقعی میخواستم بوره پری ها اس بگن، میگفتم بوره پری ها غس غ غ ها غس، میخواستم بگن ها عت میگفتن ها غس، به خاطر که شنیده بودن احتمالاً کسایی که از بغداد اومدن جای دیگه اومدن براخا رو میگفتن هاعت، و اینا همچین تلفظی نداشتن از ته گلو، میگفتن هاقس، هاقس و آدما بگیم، هاقس و آدما، ها آدما هم که ها آدما ه و الف و هاقس و آدما، هاقس و آدما بگیم. یا ملک آولام، ملک آولام، تو نداشتن بعضی از این تلفظا رو و اشتباه میکردن. همچین نکته بینی روی ایرانی ها که چرا حت رو نمیگی، چرا عین رو نمیگی، ممکنه یه داری سختگیری باشه، درسته که آدم به خودش یاد بده که تلفظ درست داشته باشه، ولی خب اگر یه تلفظی هست که نداشته از بچگی خیلی سخته بگیم برو یاد بگیر. ولی یه چیزی که ما میدونیم که رایجه توی مملکت و اگه طرف بخواد داره با یه شخص مهمی صحبت کنه سعی میکنه که لفظ خودش رو درست کنه، اینجا هم باید همین کارا رو بکنه لیخورا تا اونجا که میشه، اگر نه
میگم بعضی از کلمه واقعا خراب میشه. زبن الان میلا اصلا حالا جایی هست که کتابم طرف چاپ کرده، معلمم هست و به بچه ها آموزش میده که اصلا کلا میگه که یعنی تو کتابش هم آورده، حالا مثلا حالا اون که عرض کردم مثلا شمع اسرائیل لاهم هم میگن لاهم، یعنی پسر بچه هایی که میگن مثلا لاهم میگه نه این اشتباهه تو باید بگی لاهم، یا مثلا هفتارا میگن هفتارا. و متاسفانه اصلا کتاب چاپ کرده و این کتاب 20 ساله داره تدریس میشه این کتاب، یعنی تمام بچه هایی که اومدن بالا به اون صورت دارن یاد میگیرن. خیلی 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 باعث تاسفه. یه نفر به هارمبام نامه می نویسه در مورد یه نفری که طرف امهارسه و ایشون یه سفری نوشته و میگه که ببین، به هارمبام می نویسه میگه طرف کتابم نوشته، یعنی به نظر میاد که اگر کتاب نوشته طرف عالمه. و هارمبام می نویسه توی نامش بهش میگه خیلی تحت تأثیر قرار نگیر اگر کسی کتاب نوشته، به خاطر که همون کسی که بلد نیست و نادانیش رو حتی به صحبت بیان میکنه ابایی نداره که همون صحبت ها رو توی کتاب بنویسه و چاپ کنه و پخش کنه. پس کتاب چاپ کردن نشون دهنده عالم بودن شخص نیست متاسفانه، و و همچین چیزی واقعا باعث تأسفه. ما میخوایم از اول کار به تیر و خوش به زبان اشتباه یاد بدیم، این مسئله است. البته من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، این نکته فکر کنم شاید اشتباه ایشون از اینجا اومده، حداقل لیموز خود باشه براش. همونطور که من عرض کردم جای مختلف تلفظ مختلف داره، همینطورم جای مختلف مینهاگیم مختلف داره، مینهاگی که مینهاگه از نظر تلفظی. به عنوان مثال اشکنازی ها به تاف رش سین شین تاف، به تافی که نقطه نداره داخلش میگن صاف، این سین یعنی تلفظ تاف بدون نقطه. و سین برای اشکنازی ها یه جوره، شبات شباس، اینجوریه اشکنازی، اینجوریه. این از کجا اومده؟ حقیقتش برای ما که ما تاو به نقطه و بدون نقطه هم میگیم همون تاو، هم ما داریم یه جورایی اشتباه میکنیم، همونا دارن یه جورایی اشتباه میکنن. تلفظ درست تاو بدون نقطه سه نقطه عربیه، تلفظ سه نقطه عربی، تلاف همون تی اچی که توی انگلیسی هست، این تلفظ درستش. ما توی ایران همچین تلفظی نداشتیم، خود به خود دیگه تفا همش تاف شده. اشکنازی ها نداشتن، صافشون صاف شده، شده سه. ولی همچین چیزی براشون هست از میدونن سالهای سال، بنابراین اینا عوض نمی کنن میناگشون اینجوری. بنابراین توی مدرسه هم یاد میدن رش سین شین تاف ساو، این کاف خاف، این پ ف، این ب و، تاف ساو، اینجوری یاد میدن. این از نظر حروف. از نظر تلفظ نقودوت، نقودوت یعنی حرکات، همینطور ما سفارادی ها، حتی میرون ما سفارادی ها قامت رو آ میگیم، آ این کلمه بابا، آب، آ این قامت. پتخ رو ا میگیم، آ
پس فرق مشخصی وجود داره بین قامت با پتخ. یهودیایی که سفاردی که توی کشورهای عربی بودن اینا آ ندارن، توی عربی آ ندارن، همش ا هست ا. بنابراین برای اینا تلفظ قامت تقریبا فراموش شده. بروخ، بروخ عده. اگر یه موقع گوش میکنید به کسایی که خاخانون سفاردی که صحبت میکنن یه جایی، بروخ عده، شبت، 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 نه شبت، بروخ. و مخصوصا موقعی که به اسم هشم آدم میرسه یه مداری بالا و پایین میشه، به خاطر که ما توی عبری توی تورا اسم هشم رو داریم که تلفظ آخرش نای هست با قامت نای، و اسم داریم که ادونای هست نای. فراشی توی پارشای وایرا می نویسه که اسم هشم نای با قامت قودشه، با پتخ ادونای خل هست، یعنی آقای من. نای یعنی خداوند، نای آقای منه. و اونایی که سفاردیایی که قامت و پتخ رو یه جور میگن، یعنی بروخ اتا ادونای، ادونای، ادونای یعنی آقای من، کاری به هشم نداره. ولی خب چون که اینا توی تلفظشون قامت رو نداشتن اینجوریه. هر او بعدی از خونی برخواه روی این میگن که خیلی مهمه که اقلا خزانیم یاد بگیرن که اقلا اسم هشم رو درست تلفظ کنن. که من می نویسن هر او مزود می فرماین که قامت تلفظ درستش اونجوریه که ایرانی ها میگن، چون ما توی زبون ایرانی آ داریم. اشکنازی ها آ نداشتن توی تلفظ اشکنازیشون، او داشتن، او، او. بنابراین اینا مثلا میگن باروخ اتو، نه اتا، اتو. یه مقداری صدای او درش تلفظ میشه یا شنیده میشه، او، او، نه او، او. و خیلی از اشکنازی اینجوری تلفظ میکنن. چرا؟ به خاطر اینا توی زبانشون نداشتن همچین تلفظی. او چه ما چه یهودیایی که در کشورهای عربی هستن، چه اشکنازیایی که توی کشورهای امریکای اروپای غربی بودن، او رو او میگن. او یهودیایی که توی اروپای شرقی بودن اینا او ندارن، یه توی لفظ توی تلفظشون اویی که دارن یو توی انگلیسی right S T U X Y Z so U دوتا نقطه باره سرش، و این یو رو ای میگن، ای، ای، نه نه او، ای، یه چیزی بین او و ای، ای. بنابراین اینا توی عبری هم موقعی که میخوام بگن او، او، ببخشید میخوام او یا ای، باروخ میشه باروخ، باروخ، باروخ. و در طی زمان کلمه باروخ شده بوریخ، بوریخ، بوریخ اتو. و اینا همینجوری یاد میدن توی مدرسه، هم همینجوری یاد میدن. اگه بچه توی مدرسه بگه باروخ غلطش میزنن، میگن باروخ نیست، بوریخ، بوریخ. فرق ای با ای چیه؟ یکیش ایه، یکیش ایه.
خیلی فرق کمی هست بینش. سو کسایی که اینا رو به عنوان مینهاگ دارن، یعنی حتی گدولیمشون، خخامیمشون، لخت خیلا اینجوری میگفتن مصورای ما این. چون که مصورای ما اینه، ما اینجوری میگیم. ولی احتمالا ایشون هم که توی ایران همچین کتابی چاپ کرده، احتمالا روی این حساب رفته که این مصورایی هست که ما داریم. فرقش خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. متاسفانه توی ایران در عرض 100 سال گذشته، حدود 80 سال پیش، 90 سال پیش، 100 سال پیش، 120 سال پیش، مدرسه ای که سیستم مدرسه ای عبری داشته باشه نداشتیم. مکتب خونه بوده و چند تا بچه میومدن می‌نشستن می‌خوندن. تعلیمات تورایی، تعلیمات عبری اونجوری که باید و شاید با سیستم درست ما نداشتیم متاسفانه. فرق میکنه با تمام قهیله های دیگه ای که اینا سیستم تعلیماتی داشتن و اینجوری درست یاد میدادن. دوره بعد از دوره دیگه، بعد از دوره دیگه، اینا یشیوت داشتن، خداریم داشتن. خداریم یعنی مدرسه. خداریم داشتن، یشیوت داشتن، اینجوری سیستم بوده. متاسفانه توی ایران ما 150 سال پیش همچین سیستمی نداشتیم، 100 سال پیش نداشتیم. بچه ها یاد میگرفتن تو کلیسا این ورون و هر کی چی میخونده، یا میگه یاد پدر بزرگه بابای یاد میداده میخوندن و میرفتن. چیزی نبوده که زیر نظر خخامیم سیستم مدرسه ای باشه که بخوان درست بهشون یاد بدن. تا آره اتسراتورا که اومد سیستم گذاشت، منطقه اتسراتورا با خودش تلفظ جدید آورد، تلفظی که سفارتی هم نبود. به ما یاد ندادن که عین بگیم، بهمون یاد دادن بگیم سه اتسراتورا. سادی شد سه، ت و سه با هم دیگه سه. همچین چیزی سفارادی هیچ وقت نداشتن. این از اشکنازی اومده. پس متوجه میشید که چجوری اشتباهات داخل زبون میاد. حالا ما بیان بگیم آقا مینهای ما هست که بگیم سه، این درسته؟ نه، مینهای ما نبوده. اون سیستم فرهنگی که اومده و واقعا به ما خدمت کرد و برای ما مقراه بود، یادمون داد تلفظ بهتر، خوندن بهتر یادمون داد، در این حال یه مداری هم چیزایی که ناخالصی بود درش بود. بنابراین نمیشه گفت که مینهاگ ماست که بگیم سه. همینطور هم نمیشه گفت که مینهاگ ماست که بگیم ا عوض ه، چون همچین مینهاگی خخامی می احتیاج داره که در صدر مدرسه بودن، در صدر تعلیمات بودن و آگاه بودن و میدونستن و یاد میدادن. و متاسفانه ما با وجود که خخامیم داشتیم دورای گذشته، ولی کسی که اینجوری بلد باشه و بخواد یاد بده به عنوان تحصیلاتی نداشتیم. این فرق ماست با اشکنازی ها یا با سوریه یا یعنی یهودی های کشورهای عربی که اونا تلفظشون با سیستم بوده، تعلیماتشون با سیستم بوده. متاسفانه ما نداشتیم. این موردی که عرض کردم خدمتتون خودارشون تو ایران نیست، مثلا تو ایران نبوده. این مورد هم مال خارج ایران بود که من عرض کردم که چند چیزی دیدم و برام خیلی عجیب. تو ایران خدا رو شکر که الان خیلی خیلی خوب شده، یعنی اصلا این حالت رو رفت شده. ولی اینی که شما میفرمایین حالا اون ست و اینا رو که نمیتونن تلفظ بکنن یا عینی که نمیتونن تلفظ بکنن، اون خب دیگه تو زبانمون نبوده، یعنی حروف حلقی اینجوری ما نداشتیم یا همون تی اچ انگلیسی نداشتیم. ولی این موردی بود که خارج ایران بود و
خیلی برام جالب بود که 20 سال این طرف داشت این کتاب رو تدریس میکرد. من با راب کنیسا هم که صحبت کردن گفت که ایشون خب اشتباه میکنه. بعد خیلی هم جالبه بچه ها که میرن میخونن اگر همون صحبت شما اینجوری مثلا لاهم بگن میگن نه اشتباهه، اگر لاهم نخونی نمیشه بری بخونی. این حالا این جالبه موقعی که ما نگاهی تاریخ میکنیم و جغرافیا، تاریخ و جغرافیا با هم دیگه، اون موقع متوجه میشیم که چقدر گالوت روی قوم ما به صورتهای مختلف تأثیر گذاشت. و جالب اینجاست که ما اینقدر تحت تأثیر قرار گرفتیم بخواد هم زبونمون حتی فرهنگمون، ولی هنوز اون ایمان و اون اعتقاد و اون تعلیمات تورایی که داریم ما برجا مونده برای هزاران سال. سفر تورایی که ما داریم همه جای دنیا یه جوره. اوکی حالا یه حرفی فرق میکنه که حالا این حرفه توی تلفظ اصلا تأثیری نداشت، یه حرف با وجودی که سالیان سال صدها سال یهودیای مختلف دنیا با هم دیگه اصلا در رابطه نبودن، سفر تورای همون سفر تورای، گمارای همون گمارای، میشنای همون میشنای، راشیه همون راشیه. و این داریم در مورد دوره صحبت میکنیم که همه چیز دستنویس بوده، هنوز چاپ هم نیومده بوده. حالا وقتی چاپ اومد که چاپ کردن، یه چاپ میکنن، ولی قبل از چاپ دستنویسی بوده. و این دستنویسی هایی که بوده، گماره هایی که بوده، همین یه کمی ممکنه این با یه کمی با اون یه خط بالا و پایین فرق کنه. گیرس هایی که آرنبام داشته با گیرس های توسفوت رو این جای فرق میکرده، ولی به صورت کلی این همه گماره های دستنویس همش یه مدل، یه جور، یه اطلاعات حفل وافله که چقدر مردم جانفشانی کردند که اون اطلاعاتی میدونستن داشته باشن. یکی گمارایی هست، گمارایی بابا غما، یکی از تپیم گمارای بابا غما تمام دفعه تقریبا نه همش توسافون هست، یعنی یه خط گماره داره بقیهش تصافته، تمام سفر رو تصافت پر کرده. این تصافته که اینجا چاپ شده روی گماره، این توضیحه، کسایی که نوشتنش خخامی می بودن که توی سیاه‌چال‌های دوران جنگ صلیبی گیر افتاده بودن و اینا میخواست با همگی تورا میخوندن توی سیاه‌چالا و اونجا قلم و کاغذ نداشتند که بخوان این چیز اطلاعات رو بنویسن. اینا میان یه ظرفی میگیرن، یه حلبی شکسته ای یا ظرف صفاده شکسته ای، دستشون رو سوراخ میکنن و خونشون رو میچکنن توی این ظرفه و این خونه رو استفاده میکنن به عنوان مرکب و با این روی دیوار سیاه‌چاله تصافات رو می نویسن. این اطلاعاتی که اینجا روی دفعه گماره هست اونجا می نویسن. می نویسن تا اینکه بعداً وقتی نجات پیدا می کنن برمی گردن اونجا دانش آموزاشون و اون نوشته ها رو کپی می کنن می آرن که بعداً بخوان چاپ کنن. بعداً نگه اون تازه چاپ نبوده، بخوان تکثیر کنن. گماره بابا غما داب عین زین، این تصافته اینقدر با جانفشانی توراشون رو نگه می‌داشتن، اطلاعاتشون رو نگه می‌داشتن که از دست نره. واقعا این چیزی هست که خود ما بدونیم.
که بعضی ها ادعا میکنن که ما تورای ما عوض شده یا تحریف شده یا دست درش برده شده. کسایی که اینجوری جانفشانی میکردن که تورا رو زنده نگه دارن و میبینه که نگه داشتن چجوری میتونه عوض بشه؟ اوکی رابطایی باجدت اینجا خاتمه بیدیم. اما من معذرت خواهی میکنم دوباره بابت دیروز شرمنده ندوستم خدمت برسم. فرو بینه در خدمتون هستم. ببخشید یه سوالی من میتونم کوتاهی بهتون بگم. سلام باشید. با توجه به اینکه الان چیزای توضیحی که خوبی که دادید، میخواستم تلفظ تت یعنی نو با تلفظ تاو ما به چه صورت باید به بچه یاد بدیم، به چه صورت باید بهشون تفهیم بکنیم که این تت و اون تاوه؟ برای ما خیلی سخته. کسی که اول میخواد یاد بده باید واقعا برای خودش کاملا روون باشه، باید کاملا روون باشه برای خودش تا اینکه بتونه بخواد اینو تعلیم بده به بقیه. برای من پشت خط بخوام بگم خیلی سخته. اگر نمیتونیم میگیم فرقی نداره، هر دو تا رو یه جور بگو، اشکالی نداره، چون ما بلد نیستیم، چون بلد نیستیم نمیتونیم فرق بذاریم بینش. ولی اگر شد یاد میدیم. یکی از ته معمولی تاف زبون آدم میره پشت دندونای آدم، ته یک کمی نوک زبون میاد بین دندونا، ته تاف. موقعی که ما میخواییم تت رو بگیم، تت، وسط زبون آدم یه کمی میره بالاتر، میچسبه به سقف دهن و صدای تت یه مداری از بینی میاد بیرون، یعنی تته همراه با تلفظ از بینیه، ته. اگر یعنی منظورتون غلیستره؟ یعنی تلفظ ته یه مداری با بینی همراهه. اگر گوش کنید اونجوری که هندی ها کلمه ته رو میگن همون جوریه. ته هندی طریقه ای که ما تاف رو میگیم، ته 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 تا یه مقداری از بینی میاد. سادی هم همین جوریه. فرق سادی با سین همینه. سین ساده است، سین سادی یه مداری زبون میره بالا، سا از بینی میاد، یه کمکی صدای از بینی باش مخلوط میشه. این وسط زبون یه کمی انحنا پیدا میکنه به طرف سقف دهن. اگه واقعا سختشونه بگم بهتره تو بعدن، تو بعدن یاد بگیرن. اگه بخوام غلط بهشون یاد بدیم بعد بخوام غلط هم درست کنن سخت هم میشه. بعد وقتی سال دیگه در رابطه با همون چیز گفتید، زیر 13 سال هم نمیتونن اوله بشن، یعنی از سیده خوبا بیارن بیرون همه تا سه نفر یا اینا اگر که کاملا معنیش بلد باشن یا موضوع مطلب رو بتونن مثلا بفهمن که چیه، اینا هم باز لخطه شده نمیتونیم ما بهشون بدیم. درست، آره، فرقی نمیکنه. اینا هنوز برمیسفه نشدن، نفهمید، ببخشید. فرقی نمیکنه، یعنی میتونیم نه حتی که معنیش هم بفهمن لخط خیلا نمیده، با همون لخط خیلا بهشون بدیم. منظور نفهمیدم، یه بار دیگه بفهمون. یعنی
منظورم این بود که اونایی که معمولا زیر 13 سالن، شما فرمودید که لخط خیلی معمولا انجام نمیشن، درسته؟ حالا اونایی که من خواهد شده دوباره ببخش. نه صدا میاد؟ آره صدا میاد؟ بله خوبه. صدا دارم من، ببخشید. بله منظورم می بود که اونایی که معمولی صدا من. بله خب، با توجه به اینا ما میتونیم تکیه کنیم به لخط قیلا. منظورم بود من چون صداتون نفهمیدم، ببخشید شرمنده. عرض کردم این که بچه ها معنی تورا رو میفهمن و مفهومش رو میفهمن عرض کردم اینی که میفهمن معنیش رو و مفهومش رو تأثیری نمیذاره رو این که لخط خلا بشه یا نه. با وجود این ما لخط خلا نمی کنیم، چون ما معمولا به خاطر اینکه تشویق بشن معمولا سه برخ اجازه بهشون میدیم تو کنیسا، یعنی میگیم رو بش بالای 13 سال بخونن، بقیهش به خاطر اینکه تشویق بشن تا سه برخش بهشون میدیم. حالا میخوام این کار درستی یه این که باز بدی اول نه همچین چیزی روز شبات اشکالی نداره، طبق حلاقا مسئله نیست، بدی اول هم نیست، اشکالی نداره. اگر جماعت مسئله ای ندارن با همچین نکته هیچ مسئله ای نیست. ستالی خبری نیست، هیچ اشکال نداره. شنبات گرابوت های موفق مهد پیروز شان داشته. اصلا خراب خیلی ممنون، تشکر. Thank you.